میرسیم به مبحث خروجی گرفتن. شما کارهایی که میخواستید توی موشن انجام دادید، انیمه که دوست داشتید رو درست کردید، حالا موشن گرافیکی رو که میخواستید بهش رسیدید و میخواد خروجی بگیرید. برای خروجی گرفتن شما میتونید از اکسپورت سلکشن یا اکسپورت کامپرسور استفاده بکنید. اول نکته خدمتتون بگم که اگر روی تایم مینی تایم لاینتون شما این و اوت داشته باشید، یعنی مثلا تا اینجا رو من بخوام خروجی بگیرم و کامند آلت او رو بزنم، بین همین قسمت فقط خروجی گرفته میشه، چه من اکسپورت سلکشن رو بزنم، چه اکسپورت و چه اکسپورت یوزینگ کامپرسور. اما تفاوت اینها توی چیه؟ اکسپورت شما یه خروجیه، شما حالا چیا رو میخواین خروجی بگیرید. به طور مثال ممکنه شما بخواید کویک تایم مووی خروجی بگیرید، ایمیج سیکونس خروجی بگیرید و مثلا فقط صدا، فقط تصویر خروجی بگیرید، یا حالا ترکیب های از این دوتا. وقتی تموم شد خروجی شما هیچ کاری نکنه، وارد خود ویور بکنه، به مدیا هاتون اضافه بکنه یا وارد خود پروژه بکنه. معمولا من این کار رو انجام نمیدم مگر اینکه بخوام یه تیکر رو رندر بکنم دوباره تو پروژه استفاده بکنم، ولی اصولا من دو ناتینگ رو انتخاب میکنم. اما کویک تایم مووی که شما اینجا دارید معمولا همون تنظیماتیه که شما توی کامپوزیشن داشتید. همونطور که شما اینجا میبینید نوشته Use Current Project and Canvas Setting. اگر شما بخواد میتونید رو بردارید و بیاید اینجا مثلا بگید نصف بر من رندر کن، یا مثلا DVPAL بر من رندر کن، یا با فرمت DA بر من رندر کن و تغییراتی که اینجا دارید رو بهش نسبت بدید. اگر خواستی کانال آلفا رو هم اکسپورت کنید، بعد از اینجا کالر به علاوه آلفا رو انتخاب بکنید و حالا بخواید فریم ریت رو تغییر بدید، بخواید نور پردازی داشته باشید توی سنتون موقع رندر یا نداشته باشید و موشن بلار. تنها موردی که من شاید خیلی قبل از خروجی گرفتن انجام میدم و بهتون توصیه میکنم شما انجام بدین، این موشن بلاریه که ما اینجا داریم. اگر میخواین تصاویرتون موشن داشته باشن و یه مقدار حس بهتری پیدا میکنه اینطوری، موشن بلار رو آن بکنید. همونطور که شما میبینید اینجا من موقع کار اگه موشن بلار رو آن بکنم فریم ریت هم خیلی پایین میاد، اینجا الان حدود 1ه، ولی موقع خروجی گرفتن خب طبیعتا دیگه اذیت نمیکنه چون به هر حال باید کار رندر بشه. اگر من بیام الان توی آوتپوت، شما همونطور که میبینید اینجا موشن بلار من آن شده. پس اگر خواستی تغییر ایجاد بکنید اینو برمیدارید و اینجا تغییراتتون رو انجام میدید. جایی که خواستی توی هاردتون مشخص میکنید، مثلا توی دسکتاپ، و به عنوان رادان پروژکت یا حالا هر چیز دیگه این تصویر رو شما میتونید اکسپورت بزنید و خروجی بگیرید. خب خیلی راحت این قسمت خروجی توی موشن و پیچیدگی خاصی نداره، به خاطر همین زمان زیادی از ما نمیگیره برای یاد گرفتن، چون عیناً همون چیزی که شما میبینید رو خروجی میگیره. اما اکسپورت سلکشن چیه؟ اکسپورت سلکشن شما برای زمانی که شما فرضاً اگر پروژه ما به این شکل باشه، شما اگه این لایه رو فقط انتخاب بکنید و بیاید اکسپورت سلکشن رو بزنید، تنظیمات با دفعه قبل هیچ تفاوتی ندارن، اما فقط این لایه رو خروجی میگیره، فقط اون سلکشن شما رو خروجی میگیره. و اکسپورت یوزینگ کامپرسور برای زمانی که شما میخواید این فایل رو تبدیل بکنید به یه چیز دیگه، حالا مثلا امپگش بکنید یا حالا تغییرات دیگه که شما دارید و حالا از طریق کامپرسور میخواید این کار رو انجام بدید. به طور مثال من میخوام این رو تبدیلش بکنم به DVD و نمیخوام مووی ازش اول بسازم و بعد مووی رو تبدیل کنم، میخوام مستقیم تبدیلش بکنم. میام اینجا مثلا DVD best quality 90 دقیقه‌ای و صدای دالبی نمیخوام، صدای امپگ میخوام و حالا مثلا 6.2 مگا بیت و تو پس رو انتخاب میکنم و اکسپورت رو میزنم. فایلی که بر من درست میکنه یه فایل امپگه و من میتونم بلافاصله اون رو روی DVD رایت بکنم. یا حالا فرمت های دیگه، ممکنه شما مثلا بخواین H264 خروجی بگیرید برای وب، ممکنه شما بخواید MP4 خروجی بگیرید برای وب، ممکنه HDVD بخواید خروجی بگیرید، ممکنه مثلا برای موبایل 3G بخواید خروجی بگیرید، یا حالا هر فرمت دیگه ای که شما اینجا دارید. پس کامپرسور شما یه امکانات دیگه ای رو براتون باز میکنه و در واقع یک سری فرمت های دیگه ای رو برای خروجی در اختیارتون میذاره. خب توی قسمت های بعدی
بیشتر به بررسی وارد و خارج کردن فایل و در واقع پروژه از فاینال کات میپردازیم.